اسکاتلند لباس رسمی آقایون یه چیزی شبیه کت و دامن خانم هاست. حالا فکر میکنید اگه یه آقایی تو کشور ما با کت و دامن بیا تو خیابون چی میشه؟ یا اگه یه آفریقایی با همون لباسای سنتی خودش تو خیابونای تهران را بره با چه عکس العملی مواجه میشه؟ البته از مسائل شرعیش که بگذریم، شاید حالا دیگه با گسترش ارتباطات و شناخت تمدن‌ها و فرهنگ‌های دیگه خیلی اتفاق عجیب غریبی نیفته. ولی میتونم بگم لااقل تو کشور ما اینجور لباس پوشیدن متداول نیست و اگه یه کسی اینجوری لباس بپوشه، اگه از اون فرهنگ خاص نباشه خیلی پسندیده نیست. یادتونه یه روز خانم ثابتان راجب شلوار پوشیدن خانما چی میگفت؟ اگه یادتون نیست نگاه کنید. چه میدونم سه نسل پیش از من، مادر بزرگ من، چیزی به نام شلوار وجود نداشت خانما شلوار بپوشن. که بعدها با خانم کوکو شنل در پاریس رسم بر این شد که اصلا زنها هم میتونن شلوار بپوشن. این فقط مسئله شلوار نیست. پوشیدن شلوار یه سری امکانات میده. مثل این که همونطور که شنل تو زندگیش نشون داد، شما با شلوار راحت‌تر میتونی اسب سواری کنی، شما با شلوار راحت‌تر میتونی دوچرخه سواری کنی، شما با شلوار راحت‌تر میتونی ورزش بکنی، در حالی که با اون چادر و چاقچور و روبنده که مادر بزرگ بنده تنش میکرد به هیچ وجه این کارا رو نمیتونی بکنی. و همینجا چی به وجود میاد؟ تفاوت حرکت و زندگی، نوع زندگی به وجود میاد که این به نظر من بد نیست. درست مثل اینه که شما بگی خب من چرا 2 سالگی 14 و پا را میرفتم، 2 سالگی نه 6 ماهگی 14 و پا را میرفتم، حالا تو سن 5 سالگی میتونم بودم یا دوچرخه سواری کنم. اتفاقا اینا یک چالش زمانی به وجود میاره. همه اینا رو گفتم که بگم خوبی و بدی همیشه یه واقعیت زمانی و مکانی داره. چیزی که امروز خوبه ممکنه دیروز بد بوده. برای همین این واقعیت مکانیش و زمانیش خیلی مهمه برای من. برای همین چیزی که 1000 سال پیش خوب بوده دیگه امروز نمیتونه خوب باشه. خوبی و بدی مطلق نیست، نسبیه. اون چیزی که به نظر یه فردی بد هست ممکنه در نظر فرد دیگه با توجه به معیارهای اخلاقیش خیلی هم بد نباشه. بنابراین ملاک خوبی و بدی رو در اخلاقیات باید جستجو کرد. امروزه ما میدونیم که اخلاقیات خودش فرهنگیه، یعنی یک چیز جهانی نیست که یک کار بد تو تمام دنیا کار بد شناخته بشه، یک کار خوبم تو تمام دنیا کار خوب شناخته بشه. وقتی پای فرهنگ پیش میاد دن اون ملاک‌های خورده تغییر پیدا میکنه. ایمانوئل کانت میگه که شما هر وقت که میخواید بدونید چه رفتاری خوبه چه رفتاری بده، تصور رو بر این بذارید که همه مردم دنیا اون رفتار رو انجام بدن. اون وقت آیا اون جامعه جامعه است که به قول قدیمی ها سنگ رو سنگ بند میشه یا نمیشه؟ البته تو تمام دنیا ما میدونیم که دزدی کار درستی نیست، میدونیم دروغ گفتن کار درستی نیست، میدونیم از قصد کسی رو اذیت کردن کار درستی نیست. اینا یه چیزای جهانیه، هم میدونن که درست نیست. اصولا این ملاک خوب و بد رفتار رو با چه پارامتری باید سنجید؟ خوبی و بدی یه جایی تفاوت سلیقه است که به نظر من بد نیست. تا اونجایی که تفاوت سلیقه است، به عبارت دیگه اونو نمیتونیم بهش بگیم خوبی و بدی. پاسخ خیلی از آدما ضوابط دینیه و هنجارای عرفی. البته ادیان همیشه اخلاقیات رو یاد دادن. بعضی ها یک سری تمسکات و باورها و اعتقادات مذهبی دارن. ولی اون چیزی که سوال برانگیزه اینه که آیا میشه بر اساس ضوابط یه دین رفتار پیروان ادیان دیگر رو یا حتی آدمای بی دین رو سنجید؟ آیا با هنجارهای عرفی یه اجتماع میشه هنجارهای عرفی جوامع دیگر رو مورد ارزیابی قرار داد؟ ولی شما امروز اگر نگاه بکنین در ممالکی که قانون درست دارن، حتی یک طوری هستش که بچه ها رو طوری تربیت میکنن دین داشته باشن یا نداشته باشن که اینها به خاطر قانونی که هست کار خوب میکنن. ملاک خوبی و بدی رفتار انصافه که اگر من این کار رو برای خودم خوب میدونم، اگر فکر میکنم رشوه خواری برای من خوبه، پس هر کسی رشوه خواری کرد باید کار خوبی باشه. به قول سهراب سپهری چشما رو باید شست، جور دیگر باید دید. شاید یه مقداری عقل و همین ضوابط حقوق بشر و
قوانین دنیایی باید کمک ما بکنه که قانون درست داشته باشیم. متاسفانه امروزه اتفاقی که افتاده این ضوابط اخلاقی قاطی شده و افراد خیلی این ضوابط رو زیر پا میذارن. ما اگه بخوایم این کار رو بکنیم، حتی اگرم بدونیم کار بدیه، برای خودمون دلیل میسازیم که من باید این کار رو بکنم. مثلا اگر رو امتحانمون تقلب بکنیم، میدونیم تقلب درست نیست، میدونیم که خب دیگرون که درس خوندن اومدن سر امتحان نشستن، ولی ممکنه تقلب بکنیم. دلیلمونم، دلیل سازیمونم اینه که خب من مشکلات داشتم، نتونستم درس بخونم، مریض بودم، خب حالا پس اب نداره اگر این دفعه من این کار رو بکنم. ارزشیابی و قضاوت در مورد افراد شاید سه حیطه مختلف رو در بر بگیره. یکیش اون قضاوتیه که جنبه اون جهانی و الهی داره. این حیطه یه که هیچ وقت نباید بشر حق دست رازی با اونو داشته باشه. به این تعبیر قضاوت در مورد ایمان آدما یا در مورد مقبولیت یه عمل در درگاه الهی و به اصطلاح خداپسندانه بودن یا نبودنش چیزی نیست که ما اجازه دخالت تو اون حیطه رو داشته باشیم. این نوع قضاوت فقط یه استثنا داره که به اونم میرسیم. حسب به الله در یه جا فرمودن که هر امری که قلب را راحت می نماید و بر بزرگی انسان می افزاید و ناس از آن راضی هستند، آن امر پسندیده و محبوب بوده. به طور کلی میشه بگی که مورد پسند و قبول جامعه هم هست. این به عنوان یه رفتار خوب به حساب میاد. واقعا رفتار بد هم عکس این بد باشه. اما نوع دوم قضاوت، قضاوت اجتماع هست. اینو قضاوت ها بخشش مشخصتر و مدونتره، مثل قضاوت بر اساس قوانین که برگرفته شده از عرف و شرع و قوانین تقنینیه، مثل اون چیزی که تو دادگاه ها اتفاق میفته. بخشش هم برگرفته از افکار عمومیه و برای بهبود روند کارای اجتماع، مثل فعالیت هایی که جراید و رسانه ها برای کنترل عملکرد دولت مرد رو انجام میدن. البته این بخش از قضاوت اجتماعی چون متکی بر قوانین مشخصی نیست، از حساسیت زیادی برخورداره و جا داره توی یه برنامه خاص بهش بپردازیم. مهمترین چیز در اخلاقیات داشتن قانون درسته و این قانون باید یک طوری تقریبا یونیورسال باشه، یعنی دنیایی باشه. اما نوع سوم از قضاوت، قضاوت فردیه. قضاوت ما برای سنجش خودمون با هر نوع ملاک و معیاری که مورد قبولمونه و منطبق بر اعتقاداتمونه. اینجاست که هر آدم دینداری مرتب در حال سنجیدن خودش با معیارهای دینی خودش هست و بقیه هم با معیارهای مثل عرف و انسانیت و اخلاق و اینجور چیزا، و همه اینا امور نسبی هستن که برای فرد ارزشمندن. ما در روانشناسی برامون خیلی مهمه که افراد این خوب و بدیها رو، یعنی که اخلاقیات رو و این ضوابط خوب و بد اجتماع رو یه جورایی اینترنالایز بکنن، یعنی توی خودشون بره که من برای شخص خودم این کار بدو نمی کنم، نه اینکه از خدا می ترسم، از جهنم می ترسم، از عاقبت می ترسم، از دوز می ترسم، از پاسبان می ترسم. ببینید، پاسبان ما باید توی خودمون باشه، قاضی ما باید توی خودمون باشه. یادتونه توی حیطه قضاوت الهی گفتم در این حیطه فقط یه استثناء وجود داره که بعداً بهش میپردازیم و اون موقعیه که ما در مورد بقیه قضاوت میکنیم تا بتونیم خودمون عمل کرده درستی داشته باشیم. مثلا اگه من کار فرد خاصی رو نمیپسندم، اگه این عملش فقط جنبه فردی برای اون شخص داره، میتونم قضاوت داشته باشم برای اینکه خودم عمل کرده بهتری داشته باشم، و اگر جنبه اجتماعی داره و در ارتباط با دیگران هست، از طریق شیوه های قانونی و آگاهی دهنده میشه بهشون رسیدگی کرد. و یه چکن بلنسی باشه توش، که یعنی که من این کار رو نمی کنم برای اینکه به خودم ضرر میخوره، به اجتماع من ضرر میخوره، و اون طرز فکر در از بچگی در تربیت کودکان باشه که بتونن اطاعت قانون خوب بکنن، احترام به قانون بذارن
و بتونن که در جامعه زندگی بکنن که هم خودشون راحت باشن هم بقیه. به این ترتیب اگه شیوه های عقیدتی خودتون رو شیوه های درست میدونید و علاقه مندید برای صلاح جامعه اونا اجرا بشه، بهتره که از راه های فرهنگی مقبولیت عمومی و گرایش همگانی نسبت به اون شیوه ایجاد کنید. البته این راه حلیه که به نظر من رسید.